صحن حولی مکان برگزاری مسابقه انعنوی جایزه میرزا حکیم امیدوف از صبح روز سبقت ها سیرادم بود. برخی سرگرم کاری تیاری، برخی دیگر در پی اندیشه شناسایی با رقیب و افراد دیگر باشد، رسم و آیین و انعنه های مردم مهمانواز تاجیک را پاس داشته حاضرین را خیر مقدم می نمودند. آغاز مسابقه نهم انعنوی نورسان نیز نزدیک می شد. دسته های شهر و ناحیه های جمهوری و کشورهای ازبکستان و قزاقستان با نوبت مرحله وزنکشی را پس سر می نمودند. با ترتیب معین این دوره هم با موافقانه انجام یافت و بعد این متصدیان مراسم قرعه‌کشی را در میان پهلوانان نورس دایر نمودند. دو شاگرد ما اشتراک دارد و امیدم که جای میگیره به مدال میگردیم. خب چی میدهد همین مسابقه از نگاه شما که راه دور آمدید از نظر شما برای تکمیل هنری ورزشگران در مجموع؟ همه همون چی را سپورت ناز میبینیم، همون شاگرد ها یک تا مدال بگیره ما خوشحالیم. ما برای پرچم دولت برداشتن خدمت کرده گشتیم. اما پهلوانی و میدانداری نورسان چی خیل است؟ ساز است، همون نورسان رو تیار میکنیم. ما مربی همون نورسان هستیم، در ناحیه خراسان خیلی بهبودی شده است. حتی که چمپیون های جهان برو آمده است. پیشبر میکنیم همون صفتکار رو میگره بچه ها قزقمان میشود. بعد در جمهوری مسابقه های چی بسیار شده میگره بچه ها چی خیلی بگم چی میکند یاد میگره دا بعد آینده بیرون برو آمده. پیش از آغاز مراسم افتتاح مسابقه کشاد جمهوریوی آید بجودا برای دریافت جایزه کارمند شایسته ورزش کشور میرزا حکیم امیدوف ما امکان پیدا نمودیم که درباره فعالیت و نقش موصوف در احیای ورزش ناحیه مسجد معلومات بیشتری دهیم. میرزا حکیم امیدوف در زمان مربیگی خود که سالهای 1978 و 1992 را در بر میگرفت با تشکل سالمی آما مراقب بیشتر ظهور میکردند. آموزش نازکی های والیبال، بسکتبال، ورزش سبک و چند ورزش مناسب به وضع اتحاد را اختیار نموده بود که در این سمت میرزا حکیم امیدوف موفق شده ذوق و رغبت و مهر نسل نورس را در دهه های گرد و اطراف ناحیه مسجد بیشتر می نمود. از خردی در یک مکتب می خوندیم، دوست بودیم، رفیق بودیم. اولین خصلت نیکی وای که به هم مهربان بود، به همه دوست بود، به هم کس دشمنی نداشت، ولی هرگز برای خود به کسی جنگ نمیکرد، برای دیگرها، برای اینکه وای یک جسارت ملی داشت. جسارت ملی داشت. من شکر خدا میکنم امروز فرزندانی و فریدون و سراش پروی پدر شده در همه تالاری با هشن میتکی با تشبس جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیک امام علی رحمانوف در مسجد برای 10,000 جای نشست و تالاری پهلوانان سود کشاده شد. این دو پسر جوان پسر آمده کار پدر خود را دوام داده استادیم. برای چی؟ برای اینکه همین قهرمانی پدر اون کس جاویدان ماند. برای ما با اون افتخار میکنم که اولین چمپیون یعنی میدان از دلیر است در پنج نمود ورزش از مسجد اولین شادروان میرزا حکیم امیدوف بود. در زمین جوانان کوهستانی بیشتر محبت گوشتی نهفته بود که این را مربی، کارشناس و روانپزشک میرزا حکیم امیدوف بهتر احساس میکرد. مجرای کارا برای صداقت اصیل نورسان و جوانان مجبور شد که دیگر نماید. مرحله های آموزشی و بخش تکمیل ساحه تربیه جسمانی و ورزش را برای خود رواج داد. 4 سال آخر غایبانه نازکی نمودهای گوشتین را در پایتخت کشور از بر نمود و سپس اولین محفل های گوشتینگیران هوسکار را در دهات آبوردان تشکیل کرد که آن در مدت کوتاه اوج تازه گرفت و به دهه های گرد و اطراف نیز یک باره دامان پهن کرد.
اون تلاش و اون پیشرویی که ما در استاد ما دیدیم در پدر ما دیدیم خدا به هزاران شکر میکنیم که در خود ما هستای ما همون کاری پیروی استاد خود را دوام داده استادیم و شاگردان زیاد جلب نموده استادیم به این نمود گوشتین جدا هم تو گوشتین ملی گوشتینگیری و ما در یک زال درس میدادیم حاضر همه خیل پیشروی گوشتین جدا بسیار شده است که در سه زال درس میتیم منطقه ما منطقه دویم سیوم و شهرک بوستانای ما هم منطقه دویم با درس میتیم هم منطقه سیوم زال شدیم هم یعنی شهرک بوستان با شرافتی پیشوای معظم ملت یک تولوری خیلی خوب ما خیلی خرسند هستیم و سپاسگزار هستیم که ان خیل دستگیری به واسطه محترم جناب عالی برای ورزشگران در سالهای اخیر خیلی خوب رفته ایستاده است و ما نیت و کوشش می نماییم که در آینده همین نسل نوروز را تربیت نموده و پرچم برداران تاجیکستان را زیاد نماییم. پایداری نام میرزا حکیم امیدوف در میان عامه از آن سرچشمه گرفت که مرحوم 10 سال قبل در مکان تمرینگاه شاگردان در جای مقدسی که تمام هستی و وجودش را به آن بخشیده بود به شهادت رسید. دیگر باره ثابت گشت که چون این فدایان تربیه راهی راست و دلباختگان ساحه خود در کسب انتخاب نموده خیش ابدا جان سار و شفیق و صادق خواهند ماند. الکه از بین جوانان از مکتب 20 مشکردگی چمپیونای جمهوری با چمپیونای آسیا برآمد چمپیونای جهان هم برآمد که این یک سربلندی مکتب میرزا حکیم امیدوف مکتب جسارت مکتب مردانگی مکتب دوستی از قاصد سول همون با نام وای جاویدان ماند برای چی برای که هزارها شاگرد تربیت کرد با وای رسان و امروز پسران وای دوام دهنده کار وای هستند ما برای امسال نبیره هم رو مجبور کرده همین مکتب با موندیم در همین مکتب ورزش مشق میکنم. مراسم افتتاح مسابقه انعنوی جایزه میرزا حکیم امیدوف تنتنه خاص خود را داشت. در آن همساله 215 نفر نورس از منطقه های گوناگون تاجیکستان و نمایندگان کشورهای همجوار ازبکستان و قزاقستان اشتراک می نمایند. شهامت چورابینی مذکور سال تا سال بالا رفته نفران ارزنده به سبقت های انفرادی جلب کرده می شوند. رئیس حکومت ناحیه مسجح علیزاده ابراز نظر نموده اشاره کردند که این مسابقات در ناحیه اولین چورابینی محسوب می شود که دایره وسیع نسل نورس و جوان و مربیان با استعداد منطقه های زیادی مملکت را به هم می آورد. واقعا چه خیلی می بینید ما هر سال سال از سال تلاش و غیرت کوشش خود را نموده استادیم که برای همین چورابینی ما در سطح بین المللی گذاشتنش خیلی ما آمادگی زیاده میبینیم و امسال ببینید که وای سال در از جمهوری ازبکستان تنها شرکت داشتن امسال همچون از جمهوری قزاقستان هم در این چورابینی ما شرکت دارند و از تمام گوشی کنار مملکت مون از ولایت بدخشان کوهی دو دسته همچون اشتراک دارن ولایت ختلان، شهر دوشنبه، شهر نوری توبه مرکز و عموماً شهر دسته های ولایت سو در این چورابینی ما شرکت دارن. خیلی ما خرسند هستیم و تلاش و غیرت می نماییم که برای پیشرفت نورسان و برای پیشرفت ورزشگران نورس برای پیشرفت نسل نوی حیات طرز حیات سالم ما کوشش و غیرت نماییم که در راه درست فرزندان را تربیت نموده و پیش بریم. توجه به مربیان توجه به رشد گوشتین جدا است. این نقطه از جانب سابقه‌داران ساحه ورزش و مهنت با افتخار قید گردید. کمیته تدارکات نیز زحمت این افراد فعال جامعه و نفرانی که در برگزاری چورابینی سهم گذاشتند و اینابت گرفته آنها را به سپاسنامه و تحفه های خاطروی در فضای این دانه سرفراز نمود. قدر ورزشگر یعنی صف زیاد چرا همون قدر نتیجه هم زیاد می شود همون قدر پهلوانان که در این مسابقه اشتراک میکنند از بعضی کارهای نشسته دست میکشند و ورزش مشغول میشوند این برای آدم بیانم خیلی یک ثمره کلان دارد. خب محبت نورسو با زیدو چه خیلی از این گویش می البته
امروز همه نورسون جوانان از طریق اینترنت اون مسابقه هایی که در سطح جوانی بین جوانان نورسون گذارنده میشد نگاه میکنن، تماشا میکنن و من فکر میکنم که در چقدری که در تاجیکستان اگر یکون فرض کردم یکون کنکورس یکون چی گذارن مسئله از نگاه مخلص من فکر میکنم تاجیکستان جای اول رو میگیرد در از جهت مخلص و تمرین میکرد اگه در زمانی گوشتنی جودو. در رفتی مبارزه ورزشگران نورس جالبترین لحظه ها را میتوان یادرس شد، اما ما اطراف سبقت های نهایی مسابقه حرف خواهیم زد. آن نفرانی که سالهای تولدشان 2012 را تشکیل می نمودند اولین شده برای جایزه میرزا حکیم امیدوف به میدان برآمدند. شور و شوق و صمیمیت گوشین جودو در ضمیر نورسان دلباخته شریان داشت. این بود که سبقت ها یکی از دیگر جالبتر و بهتر صورت می گرفتند. مسابقه در سطح بلند گذشته ایستاده است. نصیب باشد برای جایزه به این مسابقه آمده ایم و خوشبختانه دو شاگردمان بر رقابت های فینالی را یافتند. از این شاگردانمان نشان های طلا امیدواریم. 9 نفر از قزاقستان به این مسابقه آمدند و علاکه یک نفرشان جای سیم را گرفت. در آینده می خواهیم به این گونه مسابقه ها بیشتری شاگردانمان را راه سپار بنماییم. 4 نفر اسپورتچی آوردم. 25 کیلو با دوتا، یکتا 38 کیلو با، یکتا 40 کیلو با. چیل هنرنمایی کردم. نه از اوزر 40 کیلو شون را کمالی گرش میگیرم. موندگی شون پول فینال با بروم دگی. 38 کیلو شون. مسابقه چه خیلی بزرگ شده است؟ مسابقه بسیار بزرگ شده است. سویه شم اول بینه شم بالا مسابقه است. روز تا روز بالا شده است. با جوان های ورزشگرای تاجیک چه خیلی بنا همکاری دارید با مربیان؟ همکاری هست. زبور میکنیم. مجموعه مبارزه های انفرادی ورزشگران نورس ثابت نمود که نقص و مشکلی و جزئیات موجوده سالهای پیش تا اندازه برطرف گشته، جای آن را شوقت و مهر و مسئولیت و افضلیت اشغال نموده است. تعداد مربیان جوان و داوران با استعداد در منطقه های گوناگون جمهوری افزون می شوند که این و بهتر جریان گرفتن نیروسنجی های ورزشگران آینده مملکت نیز زمینه واقعی می گذارد. هر سال همین شبانه روز مسابقه جمهوری بود و حاضر بین المللی لیگ کردن مهمانان از بیرون از کشور از جمهوری ازبکستان قزاقستان مهمان آمده گیان. این یک نشانه است که دوستی بین ورزشگران نشان میدهد. کار داوری امروز در این مسابقه بسیار در سطح خوب قرار دارد. پیش از آغاز مسابقه باید داوران جوان و داورانی که داوری میکنند در دیگر مسابقه ها قواعد های نو جودو فهمانده شد. در سطح تا این جانب در سطح خوب قرار دارد. پیش از آنکه دختران هوسکور جودو را به میدان مبارزه های نهایی دعوت نماییم، توجه ما را رقابت دو تن پهلوان نامور کشور تاجیکستان و فدراسیون روسیه جلب نمود. سرگی کورشنوف به حیث مهمان فخری با همراهی مربی خود به تاجیکستان آمده بود. در ابتدای مرحله نهایی مسابقه دست پرور مکتب جودو ناحیه مسجد محمد اقبال تاشوف و سرگی کورشنوف مهارت ورزشی خود را نشان دادند که در جمع عملهای جودو فوق العاده بودن استعداد محمد اقبال تاشوف بار دیگر بر الله نمایان شد. پوشیدن نیست که جلب نمودن دختران با استعداد به ورزش های مختلف انفرادی مخصوصا در ناحیه های کوهستان جمهوری کار سهل و عادی نیست، اما مربیان جوان ناحیه مسجد فریدون و میرزا جاوید امیدوف ها در این جاده موفق شده تعداد چنین افراد بالایوقت را در ناحیه زیاد نموده ایستادند. دلیل این گفته ها هنرنمایی خوبی امینه تاشه و می باشد که موصول در وزن خود با افضلی زیاد کامیاب شده
اولین مدال طلا را در فعالیت ورزشی خود به گردن آویخت. من طول یک سال شده است که مشق کرده ایستادم. من میخواهم چمپیون آسیای مرکزی و پرچم تاجیکستان را بلند بردارم و استادانم را و نامشان را بلند کنم و من امروز جای یکم را اشغال نمودم. در مرحله دیگر رقابت های بانوان آنا ددبایوا و مهرو غیرتوا یک زینه بالا بودن استعداد خود را ثابت نمودند. این نیروسنجی هم پیش از مهلت به نفع مهرو غیرتوا خاتمه یافت. بار اول در مسابقه انعنوی جایزه میرزا حکیم امیدوف رقابت دختران نورس به برنامه چورابینی زم گردید که برای رشد فردای گشتین جودای ناحیه مسجد این اقدام تأثیری نیک می رساند. گوشتین کمربندی یک سال مشق کردم. بعد بعد ویدیو اومدید ها؟ بله. بعد اینجا چه نتیجه دادید؟ با کی گوشتین گرفتید؟ من با توش و آمینه گوشتین گرفتم. خب بازموی را باختید؟ بله. در آینده چی نقشه ها دارید؟ چی را کمام ها دارید؟ امید ها چی ها؟ من در آینده میخواهم جای یکم را گیرم. برای این چی باید کرد؟ برای آن باید تلاش کنم. نورسانی که سالشان از 10 تا 12 رو تشکیل می نمود با یک مهارت فوق العاده سبقت های نهایی رو شروع کردند. ابراهیم صمدوف مقابل نماینده قزاقستان چنان هنرنمایی نشان داد که همگان احسنش گفتند. مقصود تاشف نیست پهلوان ازبکستانی رو با همین ترتیب دوچار شکست نمود. نورسان کشور در صورت افزایی برتری بیشتر نشان داده تلاش آن را می نمودند که هرچی زودتر خط مرره را فتح نمایند. نماینده دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز یوسف رازیقوف پیروزی وزن تا 32 کیلو را پیش از خاتمه وقت اساسی به دست آورد که راه بلندی نفران دیگر را در حیات تیمشان باز هم بلندتر نمود. مسیح عیسی باری اول نیست که در مرحله نهایی وزن خود با کامیابی نائل میگردد. او دائما با اصول خاص سری کتف سرفرازی خود را استقبال میگیرد. این شیوه مسیح را در روند مبارزه هایش بار دیگر نامور نمود. من در برای خودم نفری اولم خیلی دشوارتر بود و دیگرش خوب بود. دیگرش خوب بود من با اصول رفتی مبارزه محمد خالد میرزایف از دیگران فرق کننده بود. او در سه مرحله بعدی تفاوت مهارت خود را در میان همسالانش نشان داده توانست. شمایل اسماعیلوف باشد شهر کلوب را در این مسابقه نمایندگی کرد. هنگام تلاش در مقابل کریمزاده بلال بهتر بودن مهارت مکتب ورزشی شهر کلوب را نشان داد. در این ردیف پهلوان ناحیه رودکی نجم‌الدین نبوت‌زاده نیز با قطار صدرنشینان وزن تا 46 کیلوگرم همراه شد. اسکندرزاده یوسف باشد در مبارزه مرحله نهایی وزن تا 50 کیلو کامیابی را در وقت اساسی سبقت مال خود نمود، اما تناسب امتیازهایش از دیگران با حرکت‌های کار در زمین فرق کننده بود. چون این چهره ها امسال در این مسابقه انعنوی جایزه میرزا حکیم امیدوف بیشتر کشف شدن. خیلی پهلوانای همین نورسی خوب در این چورابینی شرکت دارند. بسیار پرتوفتای زیبا اجرا کرده استودند. همچون پهلوانان قزاقستانی، پهلوانان ازبکستان، خیلی پهلوانای پرغیرت اومدند و پهلوانان ما همون پهلوانای با غیرت رو مغلوب کردند. حاضر در پیش بازی فینالی استوده است. خی اکنون پیشگویی نمیشه دیگه که تلاش داریم که همین ورزشگران جمهوری خودمون و همون جای های نمایان گرفته و شرف وطن خودشون حمایه نمایند. از دست رفتن نتیجه های ارزنده مخصوصا زینه اول در سبقت نورسانی تا 12 ساله خاطرات مربیان ولایت سود را چندان مشوش نکرد.
برعکس این نتیجه برای دستاندرکاران مسابقه نیز واسطه خوبی هوسمندگردانی ورزشگران دیگر ناحیه مسجد و مسابقه های سطح جمهوریوی شده می تواند. بعد آنی که رحمانزاده انس قدرت بزرگ میدانداری را نشان داد و کامیابی را در وزن 55 کیلو مال خود کرد، اکثر مربیان گوشین جودای دسته های شهرهای دوشنبه، بختر، حصار و کولاب به آن مطمئن شدند که مکتب روستای آبردان ناحیه مسجد در 5 ساله اخیر شهرت خاصه خود را در میان 128 مکاتب ورزشی کشور پیدا نموده است. مربیان که در امروز در این ناحیه این کار رو براه موندن خیلی زحمت زیاد میکشن از این و یعنی که مشقهای درست میدین که اینقدر شاگردان زیاد دارن و گوشتین جدا اینقدر مخلص زیاد داره در این شاگردان و نارسان ولایت ختمان در مرحله دیم ولایت هایی که گذاروندیم همون پهلوان هایی که رو خط گرفتن با مسابقه جمهوری در ولایت سوخ سفربر کرده از طرف ریاست گربوجان و ورزش ولایت ختمان کمبودیون است. برای خاتمه نیروسنجی های ورزشگران سینشان تا 12 شریف ارسلان و مونیس میروف به میدان دعوت گردیدند. پهلوان ناحیه مسجد مونیس میروف با سلسله کامیابی های همدستگانش ادامه موفقیت بخشیده نتوانست. بعد این ما نیز در او شماریدیم که به نتیجه رقابت های پهلوانان نورس سال تولدشان 2008 و 2009 توجه نماییم. در این مرحله نخستین شده نورس میزبان فضل‌الدین نصرتوف کامیابی وزن تا 35 کیلو را مالی خود کرد. این مسابقه نهمین مسابقه است که هر سال پی در پی ما گذرانده استودیم. تمام کمانده ها را دسته ها را دعوان میکنیم از جمهوری و بیرون از جمهوری و این سال از کلندری نقشه چهار بینایی کمیته کار با جوانان و ورزشی از حکومت جمهوری تاجیکستان داخل شد و شما شاهد بودید که مبارزه خیلی شدتناک و بهترین ورزشگرا اشتراک کردند. این سال من به نظر من در دیگر سالهای قبل بسیار مسابقه سطحش بلند گذشت. ولایت سوق در 15 کاتگوری 5 مدال طلا داشت. دیگر سال قبل 10 مدال میشد، 8 مدال میشد. این سال بسیار کم نشان دادند. برای آنکه مسابقه بسیار پهلوانان بهترین جمهوری اشتراک کردند. با کشورهای همسایه ازبکستان، قزاقستان ما خیلی در این چوربینی یک روحی بلند گرفتیم از این نورسان. در دوام مبارزه پهلوانان نورس جالبترین سبقت پیدا گشت. ابوبکر خدایوف که در دقیقه های اول مرحله نهایی رو به ناکامی داشت، مجرای نیروسنجی خود را در مدت کوتاه دیگر نمود و اثبات کرد که او در جاده کار خود نفری سزاوار می باشد. دیگر تلاش جالب و عبرت بخش هفت دوری مرحله نهایی در وزن های 42, 46, 50, 55, 60, 66 و جمعی 66 کیلو امکان نداد که ورزشگران ولایت سوخت به زینه اولی افتخاری برایند. هنرنمایی محمد آدینشایوف را در مقابل ورزشگر نورس قزاقستان اریک حسینوف می توان سبقت بهترین روز دویم مسابقات ارزیابی کرد. لایق قطبیدینوف هم محمد مستان نظروف را پیش از خاتمه وقت اساسی دچار شکست نمود که به فهرست پرتاف های بهترین و نمونه مسابقات این ساله شامل گشت. پهلوانان کامل شریفوف، نوریدین شیروف، محمد رافعی حبیب الله، عبدالجلیل‌زاده ابوبکر و محمد جان میرزایوف در وزن های خود دست بالا شدند و از این مسابقات نیز خاطراتی نیک برداشتند. رقابت آخرین من با آسانی نگذشت، ولی من وعده خود رو گرفت وفا کردم و سزاوار جای اول گشتم. امروز ما به ناحیه مسجد به
مسابقه جمهوریوی آید با گشتین زودا آمدن و اینچنین مسابقه ها اشتراک کرده سزاوار جای اول میگردم. من امروز سه رقیب خود را مغلوب کردم و خیلی خوشحالم. من مرتبه سیم است که در این مسابقه جمهوریوی در ناحیه مسجد اشتراک میکنم و من امروز در وزن 55 کیلوگرم اشتراک کردم و از 4 حریف داشتم. حریفان من خیلی پرقوت بودند. اول حریف من از شهر ناحیه توبه مرکز بود که من اون را با اصول پتخواهد یعنی اوچوماتا یپون زدم و دیوم سپنیکم از ناحیه همین مسجد بود و من اون را با 2000 مغلوب کردم و سیم حریفم از بدخشان بود که من آن را با پریوم پدخواد مغلوب کردم و فینالگی هم از همین ولایت سوخ بود که من آن را با دو پریوم دو وزاری مغلوب کردم. پرسولا شاگردان من هفت جای مدال طلا گرفتم و این سال شاگردان من یک خلاش با دیگر وزن رفت کمتر چیخ شدن دشواری کشیدن که در دیگر وزن این سال گشتین گرفتن. خب در فینال سه بخوری بسیار سنگین و وزنین بود، عصبانی بودید، بسیار یعنی رقیبانشون بسیار قوی، هم قوی بودن هم امتیازهای پیش گرفتن. هر این مسابقه که شد این همه جایی که هر مربی که اوورد بهترین ورزشگرا رو اوورده بودن و این مسابقه در این بخوری های فینالی با اینها آسان به دست نآوردند و قوه آزمایی کردند، خوشبختانه سزاوار مدال طلا گشتند. از روی نشان دادی سابقه های 21 وزن در حیات دستوی تیم شهر دوشنبه با 7 مدال طلا مقام اول را صاحب شد. نورسان ناحیه مسجد سزاوار 5 جای نخست شده موقعشان را در زینه دویم معین ساختند. ورزشکاران دسته شهر و ناحیه های تابعه مرکز با به دست آوردن 3 مدال طلا زینه سیوم را به خود اختصاص دادند. روز تا روز جودای جمهوری تاجیکستان پیش رفته ایستاده است. ما همه شاهد هستیم که در مسابقه بین المللی ورزشکاران ما بسیار موفق کرده ایستادند. امروز نورسان میبینیم بسیار چست و چولق مینمون، همه تلاش میکند که به یک قله بلند رسم، در همین مسابقه یک مدال یگان تحفه به خانه برگردم. برای همین بسیار هر یک مبارزه، نه بلکه فینال یا بازی چوریک فینالی، هر یک وخوری سخت برای یک پرتفت مبارزه جدی بردن. همین نورسان خیلی همه شاهد بود که کلان سالان خیلی گوشتین نگرفتن، بسیارترش بسیار چلوغ گوشتین گرفتن، برای اون پیچ از وقت پیروزی بسیار شد. در وزن 35 کیلوگرام جای ابوبکر را شکست داده بعد سزاوار جای اول گردیدم. در این مسابقه رسپوبلیکا جای یکم را گرفتم. من میخواهم پیشروی ها کنم در مسابقه رسپوبلیکا و جهان های آسیا جای یکم را اشغال نمایم. جمع نتایج مسابقات ثابت نمود که سال تا سال سطح رقابت ورزشکاران اشتراک داشته بالا رفته، سبقت ها تنها در قیاس به سال های پیشین دیگر شده است. جهت دیگر تفاوت آن است که تیاری و در سطح بلند خاتمه دادن کارهای اساسی چوربینی را نفران متخصص و اشخاص مسئولیت داشته بزیمه گرفتند که این برفت مسابقات تأثیری نگرسانید. آینده ما می خواهیم که بازم جودو را بین جوانان نورسان تشویق کنیم که نورسان جوانان بیان به همین نمودی گوشتین مشق و تمرین کنند و ما در آینده می خواهیم که داورا از همسایه کشور زیاد شوند. داورای درجه بین المللی جمهوری تاجیکستان هم می خواهیم دعوت کنیم در آینده و فدراسیون گوشتین جودو جمهوری تاجیکستان هم چقدر داوران خالص و زیاد باشند این مسابقه بسیار سطحش بلند گذشته می ایستد. این خل مسابقه برای رشدی جودو از آن جمله روش جودوی نورسان بسیار مهم است، برای که آنها همین فضای مسابقه را حس میکنند، در وقت مسابقه استفاده بردن اصول ها کمتر مشکل تر است. یعنی به فکر من که بسیار مهم است که آنها زیادتر در مسابقه های اشتراک نمایند و همون ملکه خود را رونق دهند. در آینده ما کوشش میکنیم که مقصد
با مربی ها یک جای با دوار ها مقصد کار و فعالیت رو پیش بریم و نتیجه های بنفوذ به دست بیاریم. ما حرکت و تلاش میکنیم که یعنی در آینده این مسابقه رو در سطحی بازم عالی تر بازم شکوه شهامت این مسابقه رو خیلی خوش رو کرده و همچون یک جام آسیا رسانده همین مسابقه رو یک گرانپری نورسان کنیم. آخر فردای ما